من حتی با اون دوستم یه بار امتحان کردم مثلا ماریجوانا بکشم، کشیدم و گرفتم خور رو پف خوابیدم. با آدمایی که ماریجوانا میکشن فاصله کشیدنشون به سرعت میره بالا، یعنی دیگه دائم میکشن. چرا؟ به خاطر اینه که دیگه نمیتونن اون حجم استرابا تحمل کنن. یه آدم خیلی معروفی که نمیتونم بهتون بگم، چند وقت که دوستان گفتش که آره میدونست این آدم سیگارشو با ماریجوانا ترک کرده و الان دیگه فقط ماریجوانا میکشه. گره کوچیک سیگارو بخوای با گره بزرگتر ماریجوانا حل کنی، بعد بشینی راجبه یه همچی چیزای مهمی تو زندگی با آدمای دیگه صحبت کنی، بدون این که بگی ببین ریشه این مکالمه من با تو به خاطر ماریجوانا سال. سلام، حال احوالت چطوره؟ باز تو کجا بودی؟ یه مدت مدیدی بود نبودی؟ نیستی یا؟ چه خبر؟ در چه حالی؟ اوضاع؟ احوال؟ امروز اومدم راجع به یه ماجرایی صحبت کنم که اینجایی هم میگن close to my heart، خیلی bad form به قلب و روح من نزدیکه و برام مهمه، برای همین فکر کردم بیام اینجا با تون راجع بهش صحبت کنم. من تو شهر تورنتو کانادا زندگی میکنم و توی شهر تورنتو الان یه چند سالیه که ماریجوانا یا وید یا علف آزاد شده و من توی کلینیک خیلی زیاد با کسایی در تماسم که متاسفانه کورت اوردر گرفتن، یعنی دادگاه بهشون یه چیز داده، حکم داده که اگه میخوای همسرت اجازه بده که تو برگردی تو خونه پیش بچه هات، فرق نمی کنن مرد و زنشون و جفتشون، باید یه مدت تراپی شی تا ما ریشه این اعتیاد عجیبه تو به ماریجوانا اول پیدا کنیم، مطمئن شیم که تو خطرناک نیستی برای خانواده و بعد برگردی. این قسمتش close to my heart انقدر نیست، نزدیک قلب من نیست. اون جایی که دیگه که میخوام بگم که الان اصلا قلبم درد میگیره یه جا دیگه است. من امروز میخوام راجبه سه تا تجربه خیلی تلخ از دست دادن سه تا عزیزم بگم، نه از دست دادن که فیزیکی از دستشون دادم، نه هنوز خدا رو شکر زندن و برقرار، اما از زندگی من حذف شدن. دوتاشون به شدت به من نزدیک بودن، خیلی زیاد. مثلا بذار بهتون قصه رو اینجوری بگم، این آدما انقدر به من نزدیک بودن که من فرزندم، پسرکم، پاره تنم رو بهشون اعتماد میکردم، میذاشتم پیششون و مسلماً نزدیک هستی، رازهای زندگی تو میگی. یکیشون یکی از دوستای دختر خیلی نزدیکم بود که من از 100 سال پیش از ایران میشناختمش، اون بعد از من اومد کانادا، قبلا سالها کانادا زندگی میکرد و اتفاقی که براش افتاد، ببین یه الگو برای هر ستاشون تکرار شد. یه مدتی خیلی آروم و کژوال شروع کردم ماریجوانا کشیدن و راحتت کنم، ادبل خوردن، اینا که خوراکی میریزن تو زهر مارا. من حتی با اون دوستم یه بار امتحان کردم مثلا ماریجوانا بکشم، کشیدم و گرفتم خور رو پف خوابیدم. بعد از اون گفتم مثلا چه کاری، من که به این راحتی میخوابم اینو چیکار میخوام، یعنی هیچ ارتباطی نداشتم باش بزنم و اصلا هیچ وقت دیگه نرفتم سراغش. و احتمالاً این دوستم یه ذره با من احساس جدایی کرد، چون به اون اندازه‌ای که قانوناً میشد دوست باشیم دیگه تو اون حوزه با هم دوست نبودیم. و یه قصه به قول اینجا یه long story short، یه قصه طولانی رو بذاریم کنار، دوستم اینجا کار خیلی خوبش رو تو بانک از دست داد به خاطر اینکه نه حافظش کار میکرد که بتونه امتحانایی که ازش میخواستن بده. و یه الگوی تکراری تو این آدم ها میدونی چیه؟ خیلی قلبم درد میکنه دارم راجبش صحبت کنم ولی میخوام بگم، الگوی تکراری اینه، این آدما اول خیلی کژوال میرن، بابا تو هم چقدر سخت میگیری، یه دقیقه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه میکشن، بعد آروم آروم میشه یه عادتی که نمیتونن از توش بیان بیرون. و یک اشتباه خیلی بزرگی که میکنن بر اساس، چون میدونیم ماریجوانا تا 4-5 سال پیش اصلا انقدر تحقیقات نداشته راجبش، بنکه خیلی جای دنیا قانونی نبود. الان مثلا تو کانادا وقتی قانونی شده خب خیلی داره تحقیقات میشه از نظر کلینیکالی، بازم هنوز تایید نشده همش، ولی خب تو کیس زیاد داری. من سلماز که الان تو کلینیک دارم با این آدم ها کار میکنم، خودم یک کیس استادی درست کردم، درسته؟
نشتا تو نمیتونستی یه موقعی بگی این اعتیاد میره، ولی الان دیگه مراکزی هست برای کسایی که میخوان ترک کنن اعتیاد ناشی از ماریجوانا رو. ببین، و یه چیزی که من اون موقع که بهش میگفتم میگفتش که بابا دیگه به اندازه مصرف یک انسان، حالا اون موقع که هنوز تو تورنتو هم قانون نشده بود، میگفت دیگه به اندازه مصرف یک انسان که قانونیه. میگفتم بابا الکل هم قانونی، ولی اگه تو بخوری بری تو خیابون میگیرنت، الکل اعتیاد داره. من خیلی بال میزدم. ببین هر ستای این آدم ها یه ریتم داشتن، از کژوال سموکینگ شروع شد، کژوال ایتینگ شروع شد، کژوال یعنی هر از چنگاهی بخورن و بنوشن بکشن، بعد آروم آروم از دستشون در رفت میزانش، بعد آوردنش تو محیط کارشون، بعد کارشون رو به خاطر اینی که آوردن تو محیط کار و بوی وید میدادن از دست دادن، بوی واری ماریجوانا میدن از دست دادن. و عجیبه که همه هر مثلا دوتاشون که با تئوری توته رفتن که اینا بر علیه من گنگاب کردن، میخواستن کار من ازم بگیرن، این هم جمله های این هم میگفتم، من فکم رو زمین بود، من که داریم اصلا تو چجوری داری همچی فکر میکنی؟ بعد شروع کرد حافظه هاشون جا به جا شدن، بعد شروع کرد اینه که یه مثلا یک اتفاقات خاص رو که مثلا فکر ما توی جمعی حرفی زدیم، اون حرف رو یه مدل دیگه معنا میکردن و بر اساس اون معنا واکنش نشون میدن. فکر کنم ببین چقدر تو میتونی بترسی از این ماجرا. بعد شروع شد خشمای چکشی، جفتشون این کار با من کردن. بعد یه نشونه دیگهش برای من کلید کردن روی موضوع و کانسپیرسی تئوری درست کردن دوروبرش با تئوری توته درست کردن، همشون این کارو میکنن، روی موضوع کلید میکنن، یه دشمن میسازن، بعد اون دشمن رو بزرگ میکنن بزرگ میکنن بزرگ میکنن، بعد باورشون میشه. بعد مثلا تو که واکنش نشون میدی یه جوری باید برخورد میکنن که مثلا تو کجایی، چطور نفهمیدی. ببین اون دوست من در حدی رفت جلو که خیلی برای من دردناک بود که شروع کرد توی فیسبوک از نزدیکترین آدم ها تا دورترین آدم های دروبر شکایت کردن، مثلا بهشون گفتن که اینا کریمینالن، حال کار جنایی میکنن، اصلا چیزایی میگفت که خب همه دوستای مشترکیم به من میگفتن این چه بلایی سرش اومده، این مشکل روانی داشته، مشکل روحی داشته. تو فکر کن انقدر، به قول همسرم میگه که What a waste of life and talent. یعنی چقدر حیف شد تمام مهارت‌هاش، هوشش، ذکاوتش، زیباییش. ببین هنوز هست ولی از کار بیکاره. همه زندگیش زیر و رو شد دیگه. با یک بعد ببین مثلا در حدی بود که یه حشرات خاصی رو تو خونش میدید، به خاطرش صابخونه‌شو مجبور کرد سه بار خونه رو سمپاشی کردم و من هر بار میگفتم یه عکس بگی ببینم اینا چی هم برات، بعد چیکار کنی. من موقع باور کردم، بعدنا دیدم اون هیچ وقت اون عکسم نشون نداد. این چرا؟ چون اصلا اون حشرات وجود نداشتن. یکی من کائن دارم، یه آقاییه که فیزیکال شده با خانمش، نمیخواسته خانمشو بزنه ها، ولی وقتی کشیده بوده نتونسته دیفرنشیت کنه، نتونسته بفهمه، تمیز تشخیص بده که اینجا خانمش منظوری نداره و متاسفانه فیزیکی شده و متاسفانه الان از خونه پلیس بیرونش کرده، متاسفانه الان بچه‌هاشو نمیتونه ببینه، متاسفانه براش کریمینال ریکورد درست شده، وکیل گرفته چجوری. و یه چیزی که به من میگه الان، خب من خیلی بهش واقعا بهش افتخار میکنم، تحسینش میکنم که اینجوری داره سعی میکنه که تغییر ایجاد کنه تو زندگیش، ولی میگه من همیشه فکر میکردم این اگه چیز خطرناکی بود دولت ما اینو آزاد نمیکرد، در حالی که خب این همه قاچاقچی هست و راحت دارن رد و بدلش میکنن، قبلش هم آدم ها استفاده میکردن. یعنی من میخوام بهت بگم الکل هم آزاده، خب دلیل نمیشه که خوبه، درسته هر چیز آزادی دلیل نمیشه که خوب باشه. حالا اینکه کاناداست دارم بهت میگم، یعنی میدونی من برای چی دارم میگم؟ میگم عذر و بهانه هایی که میاره هیچ کدومشون دلیل نمیشه که تو فکر کنی یه نفر باید با زندگی خودش و اطرافیانش که همچی کاری بکنه. بعد سکند هند سموکرش خیلی بده، یعنی مثل سیگار میمونه، وقتی یکی دیگه اونو میکشه همون اندازه، نه که بذاری تاثیر میذاره، ولی تاثیر میذاره رو آدما. بچهش خیلی حال بدی داره، سرفه های آسمی بد میکنه و این پدر داره الان حس بدی داره و یه مرد جوان ها مثلا 34-35 سالشه و من خیلی از اینا دارم، کائنت های این مدلی دارم، ولی اون چیزی که بیشتر از غم قلب منوش فشرده دیدن آدم های نزدیکم بوده که بعد ببین مثلا از تو دشمن میسازن، دشمن خونی، انگار که مثلا تو رفتی
زدی لهشون کردی. بعد یادش نمیاد مثلا من بهش میگفتم که تو این موقع به من این مسیج رو دادی، جواب مسیج منو ندادی، بعد این شده. تو اون روزی که میگی مثلا از دست من ناراحت شدی، فکر می‌کنی من اون کار جنایی رو در حق تو کردم، شبش بر من این وایس رو گذاشتی. تو این وایس سلام عزیزم چطوری، قربونت برم، سلماز جونم، مرسی که اومدی، مرسی این کارو کردی، مرسی رفتی. بعد ببین وقتی گوش میدن صدای خودشونو، وقتی مسیجای خودشونو میبینن، من جیگرم برای اون حسی که تو مغزشون حس گمشدگی دارن پاره پاره میشه. همه اینا رو بهت گفتم، یه چیزی بهت بگم، هر چیزی زیادیش بچه ها، کار کردن زیادی، خوابیدن زیادی، خوردن زیادی، نوشیدن زیادی، نخوردن زیادی، کشیدن زیادی، همه اینا زیادیش، حتی ورزش اضافی زیادی، نشون دهنده اینه که ما داریم از یه چیزی که خیلی دردناک‌تره تو وجودمون، تو کیس اون دوستم تروماهای وحشتناک بچگی بوده، یعنی مادر پدر فوق‌العاده بی‌خردی داشته، تو کیس اون یکی آدمی که من می‌شناستم خانواده پر جمعیت بوده و بازم تروماهای خودش رو داشته. حالا احتمالاً میتونه ببین این جمله رو تموم کنم، هر چیز زیادی باعث میشه که ما فرار کنیم از یه درد بزرگتری، از یه ترامای بزرگتری، از یه غم بزرگتری. حالا ما دو راه داریم، قلبم درد میکنه، یا به اون چیزی که داریم ازش فرار میکنیم بپردازیم، بپذیریم که اگه من میخوام اینقدر وید بکشم اسمشم گذاشتم وات، بابا چیه، به من نوآوری میده، یه چیزی که میگن میخوام خودم رو یعنی شلیک کنم که او با وید من یک ایده های جدیدی به ذهنم برسه. یک نفر ندیدم که ایده هایی که با وید به ذهنش رسیده بیاره تو زندگیش استفاده کنه، یک گلی به سر خودش بزنه. چرا دیدم کسی رو که نزدیک صدها هزار دلار شاید دست داده به خاطر همون وید، ولی ندیدم کسی استفاده دو یک کاری بکنه برای زندگیش، یه تغییر خوبی به خدا ما ندیدیم. پس بدون هر چیز اضافه زیادی که ما انجام میدیم داریم از یه چیز دیگه فرار میکنیم. دوم، اگه دور و برتون یا خودتون یه با کشیدن وید، تغییرات عجیب، با کشیدن ماریجوانا استفادهش، تغییرات عجیب و غریبی درتون اتفاق میفته یا میبینید درشون اتفاق میفته، ممکنه یه سری اختلالاتی در از اون مدلای مختلف اختلال شخصیتی خفیف تو وجودشون باشه که با وید تحریک میشه، تریگر میشه و بزرگ میشه. من آدم بایپولار داشتم تو کلینیک که اصلا قبلش تشخیص داده نشده بود، افسرده داشتم، استرابی داشتم، دو قطبی داشتم، مرزی مرزی داشتم، شیزوفرنیا داشتم، اینا همه با اون یه دفعه زده بود بالا. حتی اگر میگفتم ما قبلا تشخیص نگرفتیم. و یه چیز دیگه بهتون بگم، برخلاف اون چیزی که دیگه این ثابت شده، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم و خیلی عامه میگن که من استراب و استرس داشتم، بیت کشیدم آروم شدم، مارجانا کشیدم آروم شدم، just so you know، اگه برید اون اپیزود دوپامین منو گوش بکنین، هدف گذاری با دوپامین، من اونجا اینو توضیح دادم، مارجانا یه حدی میبرتت بالا ولی بعد خیلی شارپ میاد پایین. خب اون فاصله که میاد پایین تا فاصله بعدش که از اون نمودار میاد پایین، استراب میره به ده ها برابر بیشتر از اون استراب اولیت میشه. برای همین آدمایی که ماریجوانا میکشن فاصله کشیدنشون به سرعت میره بالا، یعنی دیگه دائم میکشن. چرا؟ به خاطر اینه که دیگه نمیتونن اون حجم استراب رو تحمل کنن. یکی یه آدم خیلی معروفی که نمیتونم بهتون بگم که خیلی ها دنبالش میکنن و واقعا به صلحش و آرامش درونش اعتماد و اعتقاد دارن، چند وقت که دوستام گفتش که آره میدونستی این آدم سیگارشو با ماریجوانا ترک کرده و الان دیگه فقط ماریجوانا میکشه. اما با خودم فکر کردم که چطور میتونی این گره کوچیک سیگارو بخوای با گره بزرگتر ماریجوانا حل کنی، بعد بشینی راجب یه همچی چیزای مهمی تو زندگی با آدمای دیگه صحبت کنی، بدون اینکه بگی ببین ریشه این مکالمه من با تو به خاطر ماریجوانا سا، نه به خاطر آرامش درونم. حالا یه چیزی هم اینجا بهت بگم، اینا که من میگم دلیل نمیشه که من خیلی آدم آرومیم، دیگه نشستم زن روی سیخ میخ دارم فقط مدیتیت میکنم، ابدا اصلا همچی چیزی وجود نداره، ولی اینا که بهت میگم دلیل برای این میشه که من متوجه شدم از چیا نمیتونم فرار کنم و من متوجهم که چقدر آدمای اطرافم از با فرار از یه چیزای کوچیکتر میافتن تو تله چیزای بزرگتر. اگر داری منو الان میبینی و
میکشی یا میخوری استفاده میکنی ماری جانا، اولا که ازت تشکر میکنم که تا اینجا داری میبینی منو، دومی که میخوام ازت خواهش کنم، خواهش میکنم بری از کمک جدی بگیری، بکش ویدتو ماری جانا رو بکش اگه نمیتونی بذاری کنار، ولی در کنارش برو کمک بگیر، برو با سایکوتراپیست صحبت کن، برو با مشاور روانشناس صحبت کن، آساده کنارش رد نشو، هرچی بیشتر باهاش درگیر بشی بیرون اومدن ازش سخت‌تره، به خاطر اینکه تحقیقات برای اینکه آدما رو چجوری از این ماجرا بیارن بیرون به اندازه هروئین، کوکائین، نمیدونم الکل نیست، نمیگم اینا در یه حد خطرناکن ابدا، چون هنوز تحقیقات نشده، ممکنه بیشتر باشه ممکنه کمتر باشه. پس از همین حالا برو ریشه هاش کار کن. یک. دوم، اگه دور و برت کسایی هستن که نمیکشن، نمیتونن بکشن، تمایل ندارن، التماست میکنم بهشون اصرار نکن. اصلا به کسی اصرار نکنین الکل بخوره، به کسی اصرار نکنین بیت بکشه، مارجانا بکشه، به کسی اصرار نکنین ادیبل بخوره. خواهش میکنم همون کاری که خودتون به خودتون دارین میکنین با اون بپردازین، با بقیه کاری نداشته باشین. اگه کسی ترجیح میده با شما معاشرت کنه، قهوه‌ش رو بخوره، هر چی، اجازه بدید اون زندگی خودش رو بکنه. و بدونین اگه میکشید، اگه مصرف میکنین، بدونین که خیلی از اطرافیانتون آروم آروم دارن ازتون فاصله میگیرن، به خاطر اینکه نحوه شناختتون، نحوه برداشتتون، نحوه دیدتون به مسائل اطراف براشون خیلی آزاردهنده است، چون دارن تغییر رو تو شما میبینن و این تغییر به سمت مثبتی نیست. من خیلی سوگیرانه باهاتون صحبت کردم ولی بد ته دلم مونده و میخوام بازم راجبش صحبت کنم. پس اگه دلتون میخواد راجبش صحبت کنیم، دوتا کار میتونیم بکنیم. هم میتونین اینجا توی کامنت ها بنویسین if you don't mind، اگر if you mind، اگه دلتون میخواد که به صورت انانومس و مشهول بر من بفرستید، توی اینستاگرام بر من کامنت بذار. من خیلی خیلی زیاد سوگ اون آدمایی رو دارم، در واقع آدم نمیتونم بگم، روابطی رو دارم که به واسطه این ماری جانا از دستشون دادم. خیلی زیاد، خیلی دلم میسوزه، خیلی زیاد بچه ها، و برای همین اومدم راجبش صحبت کنم. اجازه بدید اطرافیانتون روتون حساب کنن، چون حساب کردن روی تو و اثری که ماری جانا رو تو میذاره خیلی کار سختی. وقتی تو میکشی دیگه اون آدم نیستی، انگار یکی دیگه است. وقتی هم از توش میای بیرون، به خاطر استرابی که بعدش تجربه میکنی، به خاطر مودی بودن و حال بدی که باش تجربه میکنی و بازم متوجه نیستی، ولی واکنش هایی که به اطرافیانت نشون میدی بازم یکی دیگه. انتخاب خودته، ولی بدون که ما اون توی قبل از ماری جانا رو خیلی بیشتر دوست داشتیم. بوس بلا پای خوشگلتون، تا زود که ببینمت. چاو چاو.